با چه شوقی باید صبح از خواب گران دیده گشود؟ با چه رنگی ای دوست یار و هم رنگ تو می باید بود؟ کاش که دست تو را می خواندم، کاش می دانستم بین ما هیچ هماهنگی نیست. کاش باور می شد موجب این همه بی ایمانی یک دگرگونی فرهنگی نیست. درود بر همه شما بینندگان عزیز. خب اعلامیه ای رو که دوستان سبز از ما خواستند در رابطه با 22 بهمن در ابتدای برنامه ملاحظه فرمودید، این اعلامیه به درخواست فعالان جنبش سبز ایران از امروز تا روز 22 بهمن هر روز در آغاز این برنامه پخش میشه. لوگوی جدیدی هم که برای تلویزیون برنامه آخرین لحظه ساخته شده، یکی از دوستان جوان ما اون رو هم ملاحظه فرمودید، کوکی عزیز این لوگوی خیلی کوتاه رو برای این برنامه ساختن که به صورت آزمایشی امروز از اینجا پخش شد. اما شاید برخیتون تصور کنید بحث هایی که این روزها در این برنامه، حالا با این سرماخوردگی هم که بنده دارم و گلو دردی هم که دارم و مشکل هم میشود صحبت کرد، این بحث ها زمانش زمان حاضر نباشه و یا اینکه چطور است که مطالبی رو که بنده در رابطه با جنبش سبز و آقای موسوی میگم در این حال میام و اعلامیه و حرکت اونها رو هم منعکس میکنم و با نهایت احترام هم یاد میکنم. خب ما تجربه نکردیم، ما در طول سالها مسائل رو یا سیاه سیاه دیدیم یا سپید سپید. جنبش سبز، یاران آقای موسوی، دوستان و دوستداران ایشون حرکت دارند میکنند، فعالیت میکنند برای رسیدن به یک هدف مشخصی که اون هدف هدف ما نیست، هدف بنده لااقل شخصا نیست، ولی نمیتونم چشمم رو هم ببندم ببینم که چگونه این بچه ها در اون رابطه دارن به زندان میفتن، کتک میخورن، کشته میشن و بعد من سکوت بکنم به دلیل اینی که هدف اونها مطابق با هدف من نیست. اما شاید بتونه مکمل هم باشه، شاید بتونه تکمیل کننده هم باشه. با برخی از این دوستان سبز من دیشب گفتگو میکردم و بهشون براشون جالب بود موزیگیری که من کردم و خود اینها چقدر اون گفتگوی من با اون دختر خانم 24 ساله‌ای که با نام مستعار ایران روی خط آمده بودن برای همه اینها جالب بود و توی وبسایت ها و اینها به طور مفصل اون رو نقل کردن. اشکال کار ما، اشکال عمده راه ما به هیچ روی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی خیلی کوچکتر از اون چیزی است که شما تصورش رو میکنید. اشکال کار در اینه که اون کسانی که جمهوری اسلامی گونه میاندیشند میدانند که چی میخوان و میدونن برای چی مبارزه بکنن، میدونن برای چی تلاش بکنن. اشکال این است که ما نمیدونیم چی میخوایم، ما نمیدونیم برای چی داریم مبارزه میکنیم و یا اگر هم میدونیم اون چیزی که داریم براش مبارزه میکنیم دسته‌ای، قبیله‌ای، قومی، عمومی نیست، ملی نیست و چون دسته‌ای، قبیله‌ای، قومیه به همین دلیل کاربرد نخواهد داشت. ببینید اونچه که در بیرون از جامعه ایران مطرحه معمولا قبل از اون که فردای ایران و آزادی ایران درش مطرح باشه علائق و سلائق گروهی و قبیله‌ای است و قومی است. مثلا مجاهدین، مثلا سلطنت طلبها، پادشاهی خواهان،
مثلا جمهوری خواهان، این جمهوری خواه بودن اونها پررنگ تر است از اون چیزی که میتواند این جمهوری خواهان رو در کنار پادشاهی خواهان، در کنار مجاهدین، در کنار دیگران قرار بده و بعد و سپس این عقیده و سلیقه شخصیشون مطرح بشه. ما متاسفانه این رو بنده با تواضع بسیار عرض میکنم، جز در جنبش ما هستیم شما هیچ حرکتی رو نمیبینید که اساسا از اون نقطه اول که نامگذاریش باشه با این هدف، با این نیت وارد میدان بشه که آقا همه مسائل قبیله‌ای و گروهی و ایدئولوژیک رو ما به کنار بگذاریم، به ایران فکر بکنیم. به همین دلیل در این جنبش شما بهایی میبینید، مسلمان میبینید، کلیمی میبینید، زرتشتی میبینید، پادشاهی خواه میبینید، جمهوری خواه میبینید، سوسیالیست میبینید، کمونیست میبینید. خب کدام یک از این دو راه ما رو میتونه به نتیجه برسونه؟ به عنوان مثال عرض میکنم، در میان طیف راست، در میان سلطنت طلبها، در میان مشروط خواهان، اتفاقا شخص شاهزاده رضا پهلوی خیلی بیشتر از طرفداران انحصار طلبش بر این نکته واقفه که امروز باید دست از همه علایق قبیله‌ای شست و به کلیت ایران فکر کرد. خب وقتی میگیم به کلیت ایران فکر بکنیم، پس یک نقطه مشترکی همه ما پیدا میکنیم. اون نقطه مشترک کشوری است به نام ایران و مشخصه های گوناگونی که باید یک دو سه چهار بگردیم پیدا بکنیم، کنار هم بگذاریم، دست به دست هم بدیم برای احیاء اون، و هر کس و هر جریان و هر حکومتی با اون تطبیق داشت ما همراه و همدلش باشیم، و هر کدوم نداشت نه. بعد از پیدا کردن نقطه مشترک ایران، چیز دیگری که میتونه ما رو به هم متصل بکنه زبانمونه، گویشمونه، ادبیاتمونه. خب این نقطه دوم اشتراک ما که سالها و قرنهاست در مزان حملات گوناگونی از غریبه قرار گرفته، به صورت موذیانه غریبه و بیگانه آمده وارد زندگی ما شده از طریق زبانمون. ما چشم که از خواب باز میکنیم با کلمه سلام از هویت خودمون دوری میجوییم و سر تعظیم فرود میاریم به فرهنگ غالب بیگانه. سلام جواب میشنویم، السلام علیکم. ببینید پس از همون لحظه اول ما آرام داریم جدا میشیم. خب این رو باید درستش کنیم، باید درستش کنیم. این که نه، این که بگم من نه، من هم آدمم، تو فرهنگ شما بزرگ شدم، منم یه بچه از جامعه شما هستم. باید قرار بذاریم، قول بدیم که خب هممون به ایران فکر بکنیم. اینی که هممون به ایران فکر بکنیم معنیش این نیست که بنده فردا کروات نزنم، یک پیراهن چرک بپوشم، بوی گند هم بدهم و بیام تظاهر بکنم به فقر. چرا؟ چون وطن پرستی با مثلا شیک پوشی نمیخونه، وطن پرستی با بوی معطر نمیخونه. نه همچین چیزی نیست.